نخست وزیر ژاپن در تهران و دخیل بستن رژیم با اسب و تشریفات برای میانجیگری با آمریکا و کم کردن از فشارها شینزاوه میخواهد ببیند رژیم در زمینه اتمی و موشکی و منطقی چه میتواند بدهد سی و سال پیش در بهبوهی جگه سال ساله با عراق سفر و دیدار رفسنجانی با نخست وزیر ژاپن در تیر 1364 فایده نکرده روحانی ساعتی قبل از ورود نخست وزیر ژاپن بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی بالاتر از تحریم صد درصد و فصل هفت منشور ملل متحد بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی در طول یک سال اخیر بر ملت ایران وارد شده هیچ در تاریخ شما سراغ ندارید حتی کشورهایی که از طریق سازمان ملل و فصل هفت تحریم شدن تحریم 100 درصد شدن باز هم این فشار نبوده فشاری که امروز بر ایرانه این که وزیر خارجه یک کشور اروپایی میاد ایران و به سراحت به رئیس جمهور ایران میگه که آمریکا در این مسیر حتما اشتباه کرده و خطا کرده اونها رو مجبور میکنیم که بیان پای میز حق پای میز عدل پای میز مذاکره پای میز منطق و بپذیرند اشتباه خودشون رو و درک کنند که راهشون راه اشتباه بوده روزامه سپاه پاستاران در حالی که جاپونی ها خود از آن دارند برای میانجیگری نیامده اند اما برخی میخواهند به زور هم که شده آبه را میانجی معرفی کنند روی کردی که نشان از خودفروختگی در برابر ترامپ دارد کیهان خامنی رسانه های حامی دولت روحانی میگویند آلمان و ژاپن برای میانجیگری آمدند اگر معنای مذاکره این است که در برجام دیدیم بله ما مخالفیم مذاکره با آمریکا در شرایط و مختصات کنونی اگر حماقت نباشد قطعا خیانت است. هشدار هایکوماس وزیر خارجه آلمان به رژیم آخوندی اگر رژیم ایران از توافق اتمی خارج شود به نقطه باز می‌گردد که قبل از این توافق بود و همه تحریم ها نیز باز می‌گردد که به نفع رژیم ایران نمیتواند باشد. جان بولتون رژیم ایران با نقض توافقنامه هسته از خیلی از مرزها عبور کرده و نشان داده که قطعا به طور استراتژیک تصمیم نگرفته از پیگیری تسلیحات هسته دست بردارد ما به دنبال کردن این مسئله تا زمانی که این رژیم از پیگیری تسلیحات هسته ای بالستیک فعالیت های تروریستی و سایر فعالیت شرورانه در منطقه دست بردارد ادامه خواهیم داد. نیویورک تایمز رژیم ایران با تولید سریعتر اورانیوم نسبت به سالهای اخیر با سرعت به نقض محدودیت ذخایر نزدیک می شود این موضوع می تواند به بحرانی بیانجامد که بارها آمریکا و رژیم ایران و اسرائیل را در آستانه درگیری نظامی قرار داده جکی ولکات سفیر آمریکا در شورای حکام آژانس رژیم ایران با کار کردن با سانتریفیوژهای های پیشرفته و شتاب دادن به غنیسازی در حال نقض آشکار توافق اتمی است. طرف های باقی مانده در برجام باید دست به عمل بزنند. روزامه الحیات صنعت پتروشیمی در خدمت تروریسم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران کارشناسان ارزیابی کردند که 90 درصد صنعت پتروشیمی در کنترل ولی فقی قرار دارد. انگلستان کشف یک انبار مواد منفجره متعلق به حزب و شیطان وابسته به رژیم آخوندی در سال 2015 را فاش کرده. این موضوع تا به حال به خاطر برجام مخفی نگه داشته شده بود. انگلستان در آن زمان برای حفظ توافق اتمی با رژیم ایران از انتشار خبر کشف انبار مواد منفجره در لندن خودداری کرده حمله موشکی شبه نظامیان رژیم آخوندی در یمن به یک فرودگاه بین‌المللی در عربستان و زخمی شدن تعدادی از غیر نظامیان. انفجار و آتش سوزی در سکوی نفتی رژیم آخوندی در خلیج فارس. با سلام اخبار این ساعت را به آگاهی میرسانیم. نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه در حالی وارد تهران شد که رژیم با اسب و تشریفات برای میانجیگری با آمریکا و کم کردن از فشارها به او دخیل بسته است. شینزو آبه میخواهد ببیند رژیم در زمینه های اتمی و موشکی و منطقی چه میتواند بدهد. سی و چهار سال پیش نیز در بهبوهه جنگ هشت ساله با عراق سفر و دار رفسنجانی با نخست وزیر ژاپن در تیر 1364 برای رژیم فایده نداشت. خبرگزاری کیودای ژاپن نوشت شینزو آبه قبل از ورود به تهران با سران آمریکا، امارات، عربستان و اسرائیل گفتگو کرده است. نخست وزیر ژاپن قبل از ترک توکیو گفت در تهران گفتگوهای سریحی با سران رژیم ایران انجام خواهد داد. آسوشیت پرس گزارش داد نخست وزیر ژاپن در حالی وارد تهران شد که شبه نظامیان حوسی مورد حمایت رژیم ایران به فرودگاه عربستان حمله کردند. وزیر خارجه ژاپن ساعاتی قبل از ورود نخست وزیر این کشور به تهران با جواد ظریف دیدار کرد و از حکومت آخوندی خواست تا به تعهداتش در برجام پایبند بماند. شینزو آبه پس از دیدار با آخوند روحانی روز پنجشنبه با خامنه ای گفتگو خواهد کرد. آخون روحانی ساعتی قبل از ورود نخست وزیر ژاپن در جلسه کابینه خود تحریم ها علیه رژیم را بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی و بالاتر از تحریم صد درصد و فشارهای فصل هفته منشور ملل متحد توصیف کرد وی در این حال با سخافت گفت رژیم از شرایط خوبی برخوردار است شرایط کشور ما علا رقم که بدخواهان ما تبلیغ میکنند و میگن به حمد امروز یک شرایط بسیار خوبی هست. شرایط بسیار خوب معناش این نیست که مردم سختی ندارن، مشکلات ندارن. همه مشکلات حل شده، نه اینجوری نیست. اما مردم ما میدونن بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی در طول یک سال اخیر بر ملت ایران وارد شده. هیچ در تاریخ شما سراغ ندارید حتی کشورهایی که از طریق سازمان ملل و فصل هفت تحریم شدن تحریم صد درصد شدن باز هم این فشار نبوده فشاری که امروز بر ایرانه و کاری که امریکایی ها امروز نسبت به ایران انجام میدن بی تردید از نمونه های بارز تروریسم اقتصادی است این که وزیر خارجه یک کشور اروپایی میاد ایران و به سراحت به رئیس جمهور ایران میگه که آمریکا در این مسیر حتما اشتباه کرده و خطا کرده خیلی مهمه و من میخوام خدمت ملت ایران بگم که ظرفیت فشار به پایان رسیده یعنی هرچه آمریکا میخواست بر مردم ما فشار بیاره این رساند به اوجش و از امروز به بعد این تهدید و این فشار ظرفیتش از دست خواهد داد و تخلیه خواهد شد من تردید ندارم ما با همدلی و وحدت میتونیم این مسیر رو به خوبی عبور بکنیم و بدخواهانمون رو مجبور میکنیم که اونها رو مجبور میکنیم که بیان پای میز حق پای میز عدل پای میز مذاکره پای میز منطق و بپذیرند اشتباه خودشون رو و درک کنند که راهشون راه اشتباه بوده رئیس جمهور ورشکسته ولایت فقیه برای سرپوش گذاشتن بر اوضاع بحرانی رژیم و جنگ گورکا در رأس نظام به مجیزگویی از خامنه ای پرداخت و گفت شرایط اقتصادی ما آهنگش به سمت یک آهنگ مطلوب داره پیش بیره مسئولین کشور امروز نظر متحد و واحدی دارند با مقام و معظم رهبری صحبت کنه میبینه کلام یکیست راه یکیست نظرات عین هم هست نه مسئولین رده بالا به نظر من همه مردم همه فرهیختگان جامعه ما امروز یک نظر واحدی دارند همه میدونن که مقصر اصلی آمریکاست هیچ کس یک نفر در ایران تردید در این نداره حالا ممکن بود اگر ما در مسئله برجام یه اقداماتی ما آغاز می کردیم یه کسی تردید می کرد می گفت آه شما شروع کردید شما تعهد شکستید ولی نه تنها ما تحد و نشکستیم بلکه یک سال تمام هم صبر کامل کردیم و به همین دلیل هم است که امروز الحمدلله شرایط اقتصادی ما آهنگش به سمت یک آهنگ مطلوب داره پیش میره اکنون گزارشی داریم از یاز و ترس و سرخوردگی رژیم از سفر نخست وزیر ژاپن و پیامدهای آن برای نظام بحران زده آخوندی. روزنامه سپاه پاسداران درباره سفر شینز آبه می نویسد در حالی که ژاپنیها ها خود از آن دارند برای میانجیگری نیامده اند اما برخی می خواهند به زور هم که شده آبه را میانجی معرفی کنند. روی کردی که نشان از خود فروختگی در برابر ترامپ و سیاست های ضد انسانیش دارد. کیهان خامنه ای هم نوشت رسانه های حامی دولت روحانی میگویند آلمان و ژاپن برای میانجگری آمدند. نگذاریم دست خالی برگردند. میانجیگری برای چه؟ برای مذاکره؟ مذاکره بر سر چه؟ آیا قرار است بر سر برد موشک آمریکا مذاکره کنیم یا بر سر برد موشک ایران؟ اگر معنای مذاکره این است که در برجام دیدیم بله ما مخالفیم مذاکره با آمریکا در شرایط و مختصات کنونی اگر حماقت نباشد قطعا خیانت است روزنامه حکومتی رسالت نیز نوشت ماس و آبک که جای خود بزرگتران آنها هم نه تنها منافع نظام هیچ موضوعیتی برایشان ندارد بلکه منافع خود را در تضاد با منافع ما میبینند گره زدن آب و نان و گوشت و محیط زیست و شغل جوانان به دستان غرب یا از سر قفلت است یا خیانت که البته نتیجه هر دوی آنها یکی است. باند روحانی نیز غرق در یس و سرخوردگی است. روزنامه حکومتی آرمان سفر آبه به تهران از سوی ترامپ برای شکست طراحی شده. به عبارت سریحتر شکست آبه پیروزی ترامپ است. روزنامه حکومتی جهان صنعت بعید است که این دیدار همانند دیدار وزیر خارجه آلمان با مقامات جمهوری اسلامی نتیجه ای داشته باشد. حتی دیپلمات های ژاپنی نیز پیش از ورود نخست وزیرشان به تهران هشدار می دهند که در مورد دیدار آبه از ایران و آنچه به میانجیگری میان تهران واشنگتن مشهور شده نباید توقع غیر واقعی و زیادی داشت. متحرنیای کارشناس باند روحانی آمریکایی ها تلاش می کنند با فرستادن مقامات دو کشور معتبر و مورد احترام جهانی یعنی ژاپن و آلمان به تهران تلاش خود برای برقراری مذاکره و گفتگو را به جهانیان نشان دهند و از آنجا که از موازه حکومت ایران درباره عدم پذیرش هر گونه مذاکره و میانجیگری در شرایط نابرابر را سنجیدند از این طرح میخواهند اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنند روزنامه حکومتی همدلی اینکه گمان شود یک معاهده یک توافق و یک دیدار و پینگ مشابه کار هنری کیسینجر و چین کمونیست پایان همه کدورت ها و آغاز فصل پسرخالگی بیش از حقیقت به اوهام میماند وزیر خارجه آلمان در بازگشت خود از سفر به ایران به حکومت آخوندی هشدار داد در صورت خروج رژیم از توافق اتمی همه تحریم ها باز می‌گردد وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در کنفرانس خلصلاح هستهی به سوئد سفر کرده بود در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه سوئد گفت اگر رژیم ایران از این توافق خارج شود دوچار انزوای بین المللی می شود و به نقطه باز می گردد که قبل از این توافق بود و همه تحریم ها نیز باز می گردد که به نفع رژیم ایران نمی تواند باشد. وی تاکید کرد در صورت عدم وجود توافق هسته‌ای هیچ کس دیگر نمیتواند با قاطعیت بگوید که رژیم ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. به دنبال هشدارهای وزیر خارجه آلمان، رژیم آخوندی زبونانه واکنش نشان داد و وزارت خارجه رژیم گفت ما با استفاده از سازوکارهایی که برجام در اختیار ما گذاشته می توانیم نسبت به برجام و تعهد بان بازنگری داشته باشیم ادامه اخبار جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت که رژیم ایران در نقض توافق هسته‌ای از بسیاری مرزها عبور کرده است بولتون گفت رژیم ایران در حال حاضر با نقض توافقنامه هسته‌ای از خیلی از مرزها عبور کرده است آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش دیگری درباره نقض استفاده از سانتریفیوژ های تر و پیچیده‌تر توسط رژیم ایران داده که به تازگی منتشر شده است. ما شاهد این هستیم که رژیم ایران آماده می شود که در تاریخ هشتم جویه محدودیت های گذشته بر غنیسازی با درجه تسلیحاتی برای رآکتور را کنار بگذارد که یکی از مهمترین محدودیت هایی بود که در برجام آنها توافق کردند جان بولتون افسود رژیم ایران نشان داده که قطعا به طور استراتژیک تصمیم نگرفته که از پیگیری تسلیحات هسته‌ای دست بردارند تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خارج شدن از توافقنامه برجام و اعمال تحریم‌ها تأثیر ویرانگری بر اقتصاد رژیم ایران داشته و ما, ما به دنبال کردن این مسئله تا زمانی که این رژیم از پیگیری تسلیحات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، فعالیت‌های تروریستی و سایر فعالیت‌های شرورانه در منطقه دست بردارد، ادامه خواهیم داد. Iran gives the pursuit of nuclear activities, and other malign activities in the region.

این موضوع میتواند به بحرانی بیانجامد که قبل از مذاکرات اتمی بارها آمریکا و رژیم ایران و اسرائیل را در آستانه درگیری نظامی قرار داد. نیویورک تایمز 11 همه جوان 2019 21 خرداد نوشت بازرسان بین المللی روز دوشنبه گفتند رژیم ایران تولید سوخت اتمی خود را به دنبال تهدید کنار گذاشتن محدودیت های توافق اتمی سال 2015 افزایش داده است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین گفت بله میزان تولید در حال افزایش است. آمانو گفت من نگران افزایش تنش ها بر سر مسئله اتمی رژیم ایران هستم. ضروری است که رژیم ایران به طور کامل التزامات اتمی خود را بر اساس توافق اجرا کند. در ماه می وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ممکن است هر کشوری را که اورانیوم غنی شده از ایران منتقل نماید تحریم کند. این روزنامه سپس به وضعیت رژیم آخوندی که پس از این بیانیه وزارت خارجه آمریکا یا باید غنیسازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می کرد و یا باید ذخایر اورانیوم غنی شده اش را با نقض برجام افزایش میداد اشاره کرده و با یادآوری تصمیم رژیم برای کاهش تعهدات برجامی خود می نویسد در پی بیانیه ی وزارت خارجه آمریکا در سوم ماه می که اعلام کرد خارج کردن سوخت از ایران میتواند قابل تحریم باشد رژیم ایران با تولید سریعتر اورانیوم نسبت به سالهای اخیر با سرعت به نقض محدودیت ذخایر نزدیک می شود این موضوع می تواند به بحرانی بیانجامد که قبل از مذاکرات اتمی بارها آمریکا و رژیم ایران و اسرائیل را در آستانه درگیری نظامی قرار داد. اکنون روحانی به تدریج در حال بالا بردن فشار و تست است که آیا می تواند دول اروپایی را در اختلاف بر سر توافق سال 2015 از آمریکا بکند؟ وی در سخنرانی خود در ماه می سریالی از مهلت های 60 روزه را قائل شد و گفت که اگر انگلیس، فرانسه و آلمان تحریم هایی که آمریکا به صورت یک جانبه اعمال نموده را نشکنند، رژیم ایران یک به یک محدودیت های اتمی را کنار خواهد گذاشت. روحانی گفت که در گام اول ایران تولید اورانیوم خود را چهار برابر خواهد کرد. روحانی گفت که قدم دوم در ماه ژوئیه خواهد بود که سطح غنیسازی افزایش خواهد یافت و کشور به اورانیوم قنای بمب اتمی نزدیکتر خواهد شد. اما روحانی نگفت که سطح غنیسازی چه میزان خواهد بود. آمریکا نسبت به نقض برجام توسط حکومت آخوندی هشدار داد و اعلام کرد کار رژیم ایران با سانتریفیوژهای های پیشرفته نقض برجام است. رویترز 11 جوان 2019 21 خورداد گزارش داد. آمریکا روز سهشنبه گفت کار رژیم ایران با سانتریفیوژهای های پیشرفته نقض برجام است. جک جکی وولکات سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اطلاعیه خطاب به اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت شتاب دادن به غنیسازی اورانیوم توسط رژیم ایران به کوتاه آمدن واشنگتن در به شاندن رژیم ایران منجر نمی شود. رویترز افسود توافقنامه برجام به رژیم ایران اجازه داده بود هزاران سانتریفیوژ از نسل آی آر یک را فعال کند اما محدودیت های بسیار بیشتری بر مدل های پیشرفته تعیین کرده بود اما دیدبان اتمی سازمان ملل که برجام را کنترل می کند در گزارش فصلی اخیر خود گفت رژیم ایران ماه گذشته 33 دستگاه سانتریفیوژ نسل آی آر 6 را نصب کرده است بر اساس توافق برجام رژیم ایران تنها هشت سال و نیم بعد از توافق اتمی اجازه داشته که فقط سی دستگاه سانتریفیوژ آی آر شش را تست کند. به گفته دیپلماتهای های غربی در صورتی که رژیم ایران اورانیوم ذخیره شده را به همه این سانتریفیوژ ها تزریق کند، عدول از خط قرمز خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی از اظهار نظر در مورد اینکه آیا رژیم ایران نسبت به التزاماتش به برجام مطابقت کرده یا نه خودداری کرد و گفت این با طرفهای درگیر است که حول این موضوع تصمیم بگیرند. رویترز افزود اما ولکات سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظری سرسختانه تر نسبت به مطابقت رژیم ایران از برجام داد. وی گفت رژیم ایران ادعا کرده که از برجام مطابقت داشته. اما اکنون بنا به گزارشی که داده شده این رژیم در نقض آشکار این توافق است وی از طرفهای باقی در برجام خواست تا دست به عمل بزنند ولکات همچنین تکرار کرد که واشنگتن برای گفتگو بر سر اینکه رژیم ایران به رفتار بی ثبات کنندش در منطقه پایان دهد و توافقی جامع آماده است رویترز افزود رژیم ایران این پیشنهادات را رد کرده است انگلستان کشف یک انبار مواد منفجره متعلق به حزب و شیطان وابسته به رژیم آخوندی در سال 2015 را که تاکنون به خاطر برجام مخفی نگه داشته شده بود فاش کرد. دیلی تلگراف به نقل از پلیس انگلستان نوشت این انبار که شامل بیش از سه تن نیترات آمونیوم بود در سال 2015 در شمال غربی لندن کشف و ضبط شده و متعلق به تروریست هایی بود که وابسته به رژیم ایران بودند و قرار بود برای تولید بمب و حملات تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد. دیلی تلگراف افسود این طرح توسط MI5 و پلیس متروپولیتن در پاییز 2015 فقط چند ماه پس از امضای توافق هسته‌ای کشورهای پنج برلاوه علاوه یک از جمله انگلستان با رژیم ایران کشف شده است. به نمشته دلی تلگراف یک دولت خارجی اطلاعات مربوط به انبار مواد منفجره متعلق به حزب الله را به دولت انگلستان اطلاع داده بود. انگلستان برای حفظ توافق اتمی با رژیم آخوندی آن زمان از انتشار خبر کشف انبار مواد منفجره متعلق به تروریست های وابسته به رژیم آخوندی خودداری کرد. پس از تحریم بزرگترین و سودآورترین شرکت های پتروشیمی رژیم آخوندی به خاطر ارتباط آن با سپاه پاسداران توسط آمریکا، روزنامه الحیات با استناد به روشنگری های مقاومت ایران مقاله درباره تأمین مالی تروریسم توسط رژیم آخوندی با استفاده از درآمدهای پتروشیمی درج کرده است. صنعت پتروشیمی در خدمت تروریسم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران عنوان مقاله است که الحیات با استناد به روشنگری های مقاومت ایران در شماره 9 ژوئن 2019 19 خرداد درج کرده است. الحیات می نویسد شورای ملی مقاومت ایران که پیوسته خواهان تحریم نفتی و تسلیحاتی کامل رژیم ایران بوده است می گوید رژیم ایران برای حفظ حاکمیت خود بر فروش نفت و محصولات پتروشیمی به عنوان دو منبع اصلی تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزیش متکی است. بخش پتروشیمی از شرکت‌های متعدد تشکیل شده که برای تامین درآمد سالانه مورد احتیاج رژیم ایران کار می کنند. بخش اعظم صنایع پتروشیمی در تیول خامنه ای و سپاه پاسداران است و برخی از کارشناسان پتروشیمی در داخل ایران ارزیابی کرده اند که 90 درصد صنعت پتروشیمی در کنترل ولی فقیه قرار دارد. ستاد اجرایی فرمان خومینی که زیر نظر بیت خامنه ای فعالیت می کند از سال 1378 اقدام به ایجاد یک شرکت اقتصادی به نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر کرد که گروه های بزرگی از شرکت های پتروشیمی را در بر می گیرد و بر بخش بزرگی از صنایع پتروشیمی ایران تسلط دارد. شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران و سودآورترین شرکت در کشور معرفی شده است. این شرکت تأمین مالی قرارگاه سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم را به عنوان بزرگترین مؤسسه اقتصادی نیروهای سپاه بر عهده دارد. شرکت پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در ایران را تشکیل می‌دهد که شامل 15 شرکت پتروشیمی می‌شود. این شرکت در سال 1370، 1991 با نام دیگری تأسیس شده و زیر مجموعه شرکت ملی پتروشیمی ایران بوده است. اما مطابق مصوبه دولت در سال 1388-2009 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام با انتقال سهام برخی شرکت های پتروشیمی به یک شرکت هلدینگ تبدیل شده که حدود 40 درصد پتروشیمی کشور را در اختیار دارد. مقصد بخش مهمی از سفارشات صادراتی محصولات پتروشیمی در سال 1397 کشور عراق بوده در حالی که اسناد حمل محموله ها یا به ترکیه و یا به کشورهای دیگر بوده است تا صادرکنندگان بتوانند ادعا کنند صادرات به عراق ریالی بوده و صرفا بخشی از وجوه را به صورت ریال به ایران انتقال دهند و بخش ارزی را در خارج کشور نگهداری و صرف عملیات تروریستی کنند الحیات فهرستی از شرکت‌ها و گروه‌های پتروشیمی را که زیر نظر خامنه‌ای و سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند و توسط مقاومت ایران افشا شده‌اند، معرفی کرده است. عباس اراغچی معاون وزارت خارجه رژیم با تکرار تهدیدات جواد ظریف گفت بدون آتش در جنگ اقتصادی نمیتوان انتظار آرامش و امنیت در منطقه داشت آمریکا وارد یک جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی شده است و این ریشه افسایش تنشها در منطقه است ظریف وزیر خارجه آخوندها در کنفرانس مشترک خود با های کماس وزیر خارجه آلمان گفت تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است نمیشه توقع داشت کسانی که از این جنگ حمایت میکنند و یا کسانی که این جنگ رو راه انداختند در امان باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید ظریف گفت این گونه تهدیدات باجگیری اتمی و ایجاد رعب و وحشت علیه سایر کشورها خسرت ویژه این رژیم است و ما تأثیری از این تهدیدها نمی تهدید اخیر رژیم ایران به توقف عمل کردن به تعهدات کلیدیش در توافق اتمی برجام یک گام بزرگ در چالشی است که رژیم ایران متوجه صلح و امنیت بین المللی کرده است. به دنبال انتشار خبر بررسی شرکت متناظر اینستکس در ایران برای قرار گرفتن در لیست تحریم های آمریکا بعید نژاد سفیر حکومت آخوندی در انگلستان گفت دیپلماسی اروپا با تحریم اینستکس توسط آمریکا شکست می‌خورد. روزنامه سپاه پاسداران این اقدام را خیر آمریکا برای نابودی اینستکس توصیف کرد و نوشت بعیدی نژاد با اشاره به تحریم اینستکس عنوان کرد با این تحریم اینستکس عملا نابود شده و دیپلماسی اروپا به شکست کامل میرسد. کیهان خامنه ای نیز نوشت هنوز 24 ساعت از دیدار وزیر خارجه آلمان از ایران نگذشته بود که بلومبرگ گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی تحریم بخش مالی رابط مبادلات جمهوری اسلامی با اروپا است. اقدامی که احتمالاً باعث پایان یافتن حیات اقتصادی خواهد شد که فرانسه، آلمان و انگلیس به دنبال ایجاد آن برای ما هستند. اقدامات آمریکا سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی STFI که جمهوری اسلامی به عنوان نهاد متناظر اینستکس ایجاد کرده است هدف قرار خواهد گرفت در پی حمله موشکی شبه نظامیان رژیم آخوندی در یمن به یک فرودگاه بین المللی در عربستان تعدادی از غیر نظامیان زخمی شدند. از شرق به نقل از سخنگوی اعتلاف عربی نوشت بامداد چهارشنبه دوازده جوان 22 و دوم یک موشک شلیک شده توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران در سالن استقبال فرودگاه بین المللی ابها سقوط کرد و باعث زخمی شدن 26 مسافر غیر نظامی از ملیتهای مختلف شد. سخنگوی اعتلاف عربی این اقدام را یک جنایت جنگی نامید و افسود شبه نظامیان تروریست حوثی مورد حمایت رژیم ایران مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفتند. این حمله نشان می دهد که نظام ایران به پشتیبانی و ادامه تروریسم فرامرزی ادامه می دهد و همچنان قطنامه های 2216 و 2231 شورای امنیت را نقض می کند. رسانه های حکومتی از انفجار و آتش در یک سکوی نفتی رژیم در خلیج فارس خبر دادند. رسانه خبرنگاران بسیجی رژیم نوشت سکوی نفتی نائین متعلق به شرکت نفت و گاز پارس در 92 کیلومتری از ساحل اصلویه متعلق به فازهای پارس جنوبی دچار حادثه شد. آخرین خبر این ساعت وزارت خزانهداری آمریکا 16 نهاد و مهره وابسته به رژیم بشار اسد را تحریم کرد یکی از تحریم شدگان به نام سامر فوز عامل انتقال نفت ارسالی رژیم آخوندی برای دیکتاتور سوریه است در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا همچنین آمده است از جمله نهادهای لبنانی که به خاطر تسهیل ارسال نفت رژیم ایران به سوریه لیس گذاری شدند سینرژی سال است که در خارج از سوریه در نقاط بدون کنترل مالیاتی ثبت شده و طی سال گذشته ده هزار متر مکعب نفت رژیم ایران را در انتقالات دریایی به سوریه منتقل کرده است رسانه های حکومت آخوندی با سوز و گداز از تحریم های اعمال شده علیه نهادها و مهره های حکومت بشار اسد نوشتند تحریم های آمریکا تقریبا یک ماه پس از تحریم های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد وضع شده است اتحادیه اروپا 270 شخص حقیقی و هفتاد شرکت و سازمان وابسته به دولت بشار اسد را تحریم کرده بود